دوستان سلام به کانال فارسی مدیا، خوش اومدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال سابسکرایب رو بزنید. در این ویدیو می‌خوایم در رابطه با ترش کردن معده صحبت کنیم. با ما همراه باشید. چه کنیم تا معده ترش نکند؟ برای اینکه دچار ترش کردن معده نشوید، از غذاهای پر ادویه و سرخ شده دوری کنید و اگر سیگار می‌کشید، آن را کنار بگذارید. همه ما در طول عمرمان حتما سوزش سر دل را تجربه کرده ایم که حالتی بسیار ناخوشایند است. در ایجاد و تشدید ترش کردن معده عواملی نقش دارند که خواهید دید. زمانی که شما از ترش کردن مزمن معده رنج میبرید، ممکن است که با بیماری رفلکس معده همراه باشد. این شرایط میتواند در زندگی شما تأثیر بگذارد یا که نیاز باشد که بعضی از غذاهای مورد علاقه تان را نخورید. سوزش سر دل یا ترش کردن معده میتواند خوابتان را هم تحت تأثیر قرار دهد. در این بخش از فارسی مدیا نکاتی وجود دارد که حتی با وجود درمان‌های پزشکی باید از انجام آنها نیز اجتناب کنید. مورد اول، پرخوری نکنید. وعده‌های غذایی بزرگ شکم شما را بزرگ می‌کند و به اسفنکتر مری پایین‌تر فشار وارد می‌کند که این موضوع می‌تواند منجر به ترش کردن معده شود. در عوض این راه حل را امتحان کنید. هر روز به جای 3 وعده غذایی بزرگ 6 وعده غذایی کوچکتر داشته باشید. این کار کمک می‌کند تا معده ایتان را بیش از حد پر نکنید و از تولید بیش از اندازه اسید معده جلوگیری کنید. 3 وعده غذایی کوچک و 3 میان وعده هم می‌تواند گزینه خوبی باشد. مورد دوم، خیلی سریع غذا نخورید. زمانی که خیلی سریع غذا می‌خورید، هضم آن برای دستگاه گوارش سخت‌تر می‌شود که میزان ابتلا به ترش کردن معده را افزایش می‌دهد. برخی از راه‌های کمک به کاهش سرعت غذا خوردن به این شرح است: بین هر لقمه قاشق یا چنگالتان را زمین بگذارید. قبل از بلعیدن غذایتان را کاملاً بجوید. برای جویدن هر لقمه حداقل تا 20 بشمارید. لقمه‌های کوچک‌تر بردارید. مورد بعدی، غذاهایی که باعث ترش کردن معده می شود را نخورید. دلایلی وجود دارد که چرا برخی از غذاها موجب ترش کردن می شود. وقتی معده اسید بسیار زیادی تولید کند و هنگامی که اسفنکتر تحتانی مری تحت فشار قرار بگیرد، برخی از مواد غذایی که احتمال ترش کردن معده را افزایش می دهند عبارتند از غذاهای سرخ شده، گوشت با چربی بالا، سس، فراورده های لبنی پرچرب، شکلات، نوشیدنی هایی مانند نوشابه، قهوه، چای و شیرکاکائو، غذاهای ادویه دار، مرکبات و آب میوه هایی مثل پرتقال و گریپ فروت و محصولات حاوی گوجه فرنگی. مورد چهارم، بیرون غذاهای خام نخورید. مهم است که در رستوران ها غذا نخورید و تا حد ممکن این کار را در خانه انجام دهید. شما باید بدانید که حاوی چه مواد غذایی است و از نحوه آماده سازی آن مطلع باشید. زمانی که در رستوران هستید چه گزینه هایی می توانید انتخاب کنید؟ گوشت سفید، گوشت لخم، ساندویچ بوغلمون، گوشت چرخ کرده یا غذاهای کبابی، سبزیجات بخارپز شده، سیب زمینی پخته شده با سس سالاد کم چرب و در نهایت دسرهای سبک. غذا خوردن در رستوران‌های چینی، مکزیکی یا ایتالیایی ممکن است سخت‌تر باشد، زیرا حاوی ترکیباتی است که بیشتر باعث ترش کردن معده می‌شود. مورد پنجم، بلافاصله بعد از غذا خوردن نخوابید. دراز کشیدن با یک شکم پر می‌تواند فشار بیشتری را بر اسفنکتر تحتانی وارد کند و احتمال رفلکس معده را افزایش دهد. راه‌هایی برای جلوگیری از این عمل: حداقل 2 الی 3 ساعت بعد از غذا بخوابید. از خوردن هلهوله در آخر شب اجتناب کنید. و در نهایت اگر می‌خواهید که یک وعده غذایی بزرگ و کامل‌تر داشته باشید، ناهار را به جای شام انتخاب کنید. مورد ششم، سیگار نکشید. اگر سیگار می‌کشید، باید آن را ترک کنید. سیگار کشیدن می‌تواند مشکلات زیادی را برای سلامتی شما ایجاد کند که یکی از آنها ترش کردن معده می‌باشد. این موضوع درباره افرادی که به رفلکس معده مبتلا هستند نیز صادق است. چند دلیل برای اینکه چگونه سیگار کشیدن احتمال ترش کردن را افزایش می‌دهد عبارت است از: مورد اول، کاهش تولید بزاق. بزاق قلیایی است، بنابراین در خنثی کردن اسید معده تاثیرگذار است. همچنین می‌تواند اثرات رفلکس معده و بازگشت آن را کاهش دهد. مورد دوم، تغییرات در اسید معده. سیگار کشیدن می‌تواند تولید اسید معده را افزایش دهد. همچنین ممکن است حرکات نمک‌های صفرایی از روده به معده را گسترش دهد که این عمل اسید معده را مضرتر می‌کند.
مورد بعدی، آسیب به مری. سیگار کشیدن ممکن است به طور مستقیم بر روی معده تاثیر بگذارد و حتی آسیب ناشی از آن بدتر از رفلاکس اسید باشد. بریم سراغ مورد بعدی، لباس هایی که خیلی تنگ هستند نپوشید. لباس هایی که به شدت تنگ هستند و اطراف شکم قرار می گیرند مانند کمربند های تنگ می تواند شکم را فشرده کند و غذا درون معده تحت فشار قرار بگیرد. این می تواند محتویات معده را به رفلاکس معده تبدیل کند. و در آخر، بیش از حد استرس نداشته باشید. یکی از علائم استرس در واقع ترش کردن معده می باشد. در طول زمان های استرس زا روال های روتین مختل می شود و ممکن است که شما از وعده های غذایی و ورزش کردن دور بمانید و همین موارد بر معده شما تأثیر می گذارد. مهم است که راه هایی برای کاهش استرس پیدا کنید. ممنونم که همراه فارسی مدیا بودید. لطفا ما رو سابسکرایب کنید. شب و روزتون خوش.